سلام به شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز سه شنبه برابر است با 20 جدی سال 1401. در آغاز سرخط خبرها. تأکید عالمان جهان اسلام بر آموزش بانوان. آنان میگویند آموزش حق تمامی مسلمانان است و به دختران افغانستان نیز باید اجازه آموزش داده شود. در دیدار با وزیر تحصیلات عالی، وی به ما وعده داد که همه افغانها مرد و زن را از حق مسلم آموزش و تحصیل محروم نخواهند کرد. دین معرفت اسلامی، دین نظام، همزمون را او کتب داده چسون رزر که دلشی دزدک رو لفعه زمینه برابرشی. انتقاد سیگر از شکست واشنگتن در توسعه معادن افغانستان. آگاهان میگویند که اگر معادن به گونه فنی و حرفه‌ای استخراج شوند، افغانستان به خودبسندگی خواهد رسید. قرار باشد معدن افغانستان بیشتر و بهتر استفاده شود و بهتر خود تا یک تیم متخصص و مجرب در این اثر به کار گماشته شود تا معدن افغانستان را دوباره مطالعه بکند. آغاز روند گردآوری معتادان با همکاری مردم در هرات. قرار است بیشتر از 2500 معتاد بی سرپناه گردآوری شود. در ولایت هرات وکیلای گذر، شورای منطقه، اینا همه دست به دست هم دادم خوشحالی که پول ازیر از مردم جمع کنم. کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر. و حکم بازداشت عمران خان از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سپه. هیئتی از علمای جهان اسلام که به افغانستان آمدن میگویند که آموزش حق تمامی مسلمانان است و به دختران افغانستان نیز باید اجازه آموزش داده شود. رئیس این هیئت میافزاید که درباره تحصیل و آموزش بانوان با مقامهای حکومت سرپرست گفتگو کرده است و امارت اسلامی اطمینان داده است که مشکلات موجود را از میان خواهد برداشت. از سوی هم این هیئت از کشورهای اسلامی میخواهد که حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسد. هیئت از علمای جهان اسلام پس از دیدار و گفتگو با مقامهای حکومت سرپرست اکنون نتیجه گفتگوهایشان را در پیوند به آموزش بانوان در افغانستان با رسانه ها در میان میگذارند. اعضای این هیئت میگویند که آموزش حق تمامی مسلمانان است و از امارت اسلامی خواسته است که زمینه را برای آموزش دختران فراهم سازد. قضیه تعلیم كانت حاضره. ما با همه رهبران امارات اسلامی که ملاقات کرده ایم موضوع آموزش را به آنان مطرح کرده ایم. در دیدار با وزیر تحصیلات عالی، وی به ما وعده داد که همه افغان ها مرد و زن را از حق مسلم آموزش و تحصیل محروم نخواهند کرد. تذکر دای لارتیا وسخه ده دیت ارتیا لرو ضرورت لرو ندی وجنا د امارات اسلامی د نوی نظام نه هم زمونږه غوښتنه ده چې سوم نظر کیدل شي در همین حال شماره از دختران دانش آموز نیز نگران آیندهشان هستند و از امارت اسلامی می خواهند که دروازه های نهادهای تحصیلی را برای آنان باز کند. بسته شدن دروازه های دانشگاه باعث دلنگرانی های زیاد در ماشت است. از جمله دلنگرانی از آینده نامعلومه که در انتظارم است و باعث صدمات شدید روحی روانی در ما شده است. خاص ما از امارت اسلامی است که بدون کدام قید و شرط تمام دروازه های مکاتب، آموزشگاه ها، دانشگاه ها را برای تمام دختران باز کنید. از سوی هم هیئت علمای جهان اسلام از کشورهای اسلامی می خواهد که روابطشان را با امارت اسلامی گسترش دهند و حکومت سرپرست افغانستان را بر رسمیت بشناسند. ندعو جميعا كل الدول الاسلاميه کشورهای اسلامی را دعوت می کنیم تا با امارات اسلامی افغانستان رابطه برقرار کرده و نظام آن را رسما به رسمیت بشناسند، با آنها کمک کنند و همکاری خود را با آنها افزایش دهند. سازمان همکاری اسلامی به روز چهارشنبه درباره تعلیق کار و آموزش بانوان در افغانستان نشست فوق‌العاده برگزار خواهد کرد. 480 روز می شود که مکتب‌های دختران برای دانش آموزان بسته هستند و از 3 هفته بدین سو دختران دانشجو نیز از تحصیل محروم شدند. با
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش پروژه ایالات متحده آمریکا را برای توسعه معادن افغانستان شکست خورده اعلام کرده است. بر بنیاد این گزارش ایالات متحده آمریکا نزدیک به 1 میلیارد دلار در بخش بررسی و اکتشاف معادن افغانستان سرمایه گذاری کرده، اما این سرمایه گذاری نتیجه دلخواه نداده است. از سوی هم شماره از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که اگر معادن به گونه فنی و حرفه‌ای استخراج شوند، افغانستان به خود بسندگی خواهد رسید. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که از سال 1382 تا سال 1399 هجری خورشیدی نزدیک به 1 میلیارد دلار در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری کرده بود، اما پیشرفت‌ها در این زمینه ناچیز بوده است. ایالات متحده آمریکا با وجود تلاش‌هایش در بیش از 17 سال و صرف صدها میلیون دلار نتوانست بر چالش‌های متعدد در افغانستان غلبه کند و به همین دلیل پیشرفت در افغانستان ناچیز بوده و پایدار نبود. 1 میلیارد ډیره سرمایه گذاری د معدنو په سکتور کې وسوه، اما مطلقا د فساد پدیده، د سوء استفادې د صلاحیتونو او د تکرار بالای تکرار د معدنو قرارداد او فسخه کېدل د دې سبب شو چې په دې ساحه کې هغه پانګونه بې نتیجې سي. در این گزارش آمده است که فساد، استخراج غیرقانونی معادن، نبود امنیت، کمبود زیرساختها و عوامل دیگر سبب موفق نشدن افغانستان در صنعت استخراج معادن شده است. از سوی دیگر شماری از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که اگر معادن افغانستان به گونه درست استخراج شود، اقتصاد کشور رشد خواهد کرد. دغه معدن است په مسلکی ډول او په اساسي ډول باندې استخراج کیږي او د دغه معدنو د استخراج سوو توکو پروسس د هیواد دننه کیږي او دغه توکي په پاخه شکل باندې بهر ته صادره کیږي. دا به وکولی سي چې افغانستان هم د صنعتي کیدلو په لور لاړ سي او هم د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي. قرار باشه از معدن افغانستان بیشتر و بهتر استفاده شه و بهتر خود تا یک تیم متخصص و مجرب در این عرصه به کار گماشته شود تا معدن افغانستان را دوباره مطالعه بکنه. در دو دهه گذشته قرارداد دو معدن بزرگ افغانستان با سرمایه گذاران خارجی امضا شده است. قرارداد مس عینک لوگر در سال 2008 میلادی با شرکت MCC و پس از آن قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت ملی نفت چین به امضا رسیدند. شهرداری و اداره مبارزه با مواد مخدر هرات روند گردآوری و درمان معتادان را به همکاری مالی مردم و تجار در این ولایت آغاز کردند. به گفته نهادها قرار است همه معتادان از سطح شهر هرات گردآوری و درمان شوند. در هفته جاری که سرمای شدید هرات را فرا گرفته است، قرار است بیشتر از 2500 معتاد بی سرپناه گردآوری شوند. نصیر احمد صالحی از هرات. صدها تن از معتادان گرد آوری شده و قرار است برای درمان به مرکزهای ترک اعتیاد انتقال داده شوند. اداره شهرداری هرات و مدیریت مبارزه با مواد مخدر روند گرد آوری همه معتادان را از حد شهر هرات آغاز کردند. نن دو سو کسان به شاوخوا کې موږ راټول کړي او د دې لپاره نن موږ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې هغه تقریبا د 2500 کسانو ځای مو دا اوس په پام کې نیولې دی. قرار است در جریان درمان به این معتادان آموزش فن و حرفه نیز داده شود. فراهم شدن زمینه کار به این معتادان پس از درمان بخشی از برنامه مبارزه با اعتیاد در هرات گفته می شود. دوی د پاره چې کوم د تداوی ترتیب په پام کې نیول شوی، د تعلیم و تربیت ترتیب په پام کې نیول شوی دی، او د دوی د پاره د یو کار ترتیب په پلان کې نیول شوی چې دوی ته یو کار ورزده کړي. هزینه درمان این معتادان از سوی مردم و بازرگانان پرداخت می شود. با گفته مسئولان محلی هرات قرار است پس از این 1% معاش ماهوار کارمندان دولتی خرج درمان معتادان شود. در ولایت هرات وکیلای گذر، شوراهای منطقه اینا هم دست به دست هم دادم خوشحالی که پول ازیر از مردم جمع کنم. این معتادان که سردی، هوا و گرسنگی زندگی را برایشان دشوار ساخته، از اینکه درمان می شوند خوشحال هستند. همین کمپ چیز جایی که ما میبرم اونجا جا خوبه باشه، ما ترک بده بعد از یک کار وظیفه یا چیز به ما بده. خیلی خوشحالیم که جانوری میشه میریم ترک میکنیم پیش خانواده خبر میگیریم. بر بنیاد آمارهای نهادهای دولتی نزدیک به 70,000 معتاد در هرات به سر میبرند.
بیشتر این متادان بی سرپناه هستند و با سرد شدن هوا زندگی این افراد بسیار دشوار شده است. اداره آموزش های فنی و حرفه‌ای میگوید که معتبر ساخت افغانستان چهره تازه و امید بخش از یک کشور جنگ زده را بیان میکند. رئیس این اداره میافزاید که تلاش ها برای تقویت نوآوری و پرورش استعدادها را در این بخش افزایش داده است. از سوی هم سازنده این موتر میگوید که تا هنوز پیشنهادهای زیادی را برای خرید این موتر دریافت کرده است، اما به گفته او موتر طراحی شده به هدف رقابت در بازارهای جهانی ساخته شده است. اسما ساین رفته این گزارش را پوشش داده. تلاش 5 سال زحماتی که حاصلش چشمگیر بود، موتر ساخت افغانستان به دست یک مهندس کشور. رضا احمدی سازنده این موتر میگوید که موتر طراحی شده توان رقابت در سطح جهان را دارد و تا کنون پیشنهادهای زیاد برای خرید این موتر را دریافت کرده است. علاقمند هم داخلی بودن هم خارجی، ولی پیشنهاداتی که برام میاد بسیار پیشنهادات آماتوری هستند. من گفتم ما یک محصول رقابت پذیر برای بازار جهانی تولید کردیم، همونطوری باید ما محصولمون به همون کیفیت تولید کردیم و انتظار داریم که پیشنهاداتی که میاد به همون اندازه حرفه‌ای باشه. رضا احمدی همراه با یک گروه 30 نفری دست به ساخت چنین موتر زده است. در ساخت این موتر 10 مهندس به گونه مستقیم دخیل بودند. شماره از مهندسان این موتر میگویند که به تلاش‌هایشان در زمینه نوآوری ادامه خواهند داد. جایگاه خود پیدا کردم و کار میکنم. دوستانی که گزارش مرا میبینن، صحبت مرا میبینن، من ازشون میخوام که هر کاری را که دوست دارن و یک مقدار استعداد دو دارن دنبالش بگیرن و برن به سوی بالا. خواستم یک تیمی کار کنن. مثلا یک ایده دارن، یک چیز دارن، تنهایی هیچ وقت نمیشه. یک تیم شون، یک تیمی پروژه شون، ایده شون پیش ببرن. رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه‌ای میگوید که این موتر چهره امید بخش از یک افغانستان بیرون شده از جنگ را نشان میدهد. از افغانستان بودن از ویژگی خاصی است که در دنیا فعلا مطرح میشه، که افغانستانی که محل جنگ، محل درگیری، محل بدبختی و جنجال بوده، در افغانستان چنین موتر ساخته میشه، خود یک ویژگی خاصه که به خاطر مرکز توجه تمام دنیا قرار گرفته. در حال حاضر کار نهایی سازی این موتر ادامه دارند و انتظار می رود که در پایان در تمامی ولایت ها این موتر به نمایش گذاشته شود. این نخستین موتر است که در افغانستان طراحی شده است و انتظار می رود که در رقابت های جهانی نمایش موتر اشتراک کند و افتخار آفرین شود. اسما ساین، طلوع نیوز، کابل. برخی بیجا شدگان در ولسوالی خوشی لوگر میگویند که با فرارسیدن زمستان و بارش برف با مشکلات جدی روبرو شدند. این بیجا شدگان میگویند که از 2 هفته به این سو هیچ کمکی دریافت نکردند. در همین حال مسئولان محلی لوگر میگویند که در تلاش برطرف کردن چالش های این بیجا شدگان هستند. مطیع الله سرور از ولسوالی خوشی لوگر. در تابستان سال روان هجری خورشیدی سیلاب‌های ویرانگر 3000 خانواده را در همین منطقه آواره کرده است و اکنون 700 خانواده زیر چادر با کمترین امکانات شب و روز خود را در این منطقه سپری می کنند. شب خیلی خانک بود، ما بخی گرم نمی آمدیم، تمام شد سر جای شده بودیم، او جوش میاریم اینجا تایپای خمو مانیم بس بایم کم گرم باشه. گرگو شغال کمیم و اشتکام گریه میکه، اما اشتکام دلاسا میکردم، میگفتم هیچ چیز نمیشه، نمیخردم و خدا چوب بگیرین. زینب با همسر و 5 فرزندش در زیر این چادر زندگی میکنند. دیگه باور میکنید تاسو بخل نکردین جان. میگوید که خانه و کاشانش همه در سیلاب ویران شده است و اکنون در این محل با مشکل جدی اقتصادی روبروست و تا هنوز از کمک هیچ مددرسان بهرمند نشده است. کس کمک بر ما نمیکنه، از بین الملل خواهش میکنیم اگر سیاسرها را بند کرده پس کارم سیاسرها را آغاز کنه که بر ما سیاسرها کمک کنه. ما این وقت چیز خانه نداریم، خانه ما سیزده، سامان ما را برد، مرغا ما برد، بیزدان مرغ ما برد، کلی چیزی راتم پیش از او بره نگرفت. مسئولان محلی اطمینان میدهند که در برطرف کردن مشکل بیجا شدگان تلاش خواهند کرد. مرکزی حکومت سره د دوغو خلکو د سرپناه پر رابطه باندې ترڅو ترتیب جوړ سي او عاجل د سرپناه غم وخوړل سي.
بر بنیاد آمارهای رسمی مسئولان محلی لوگر، در یک سال پسین بیشتر از 3000 خانواده در این ولایت بیجا شدند. روز آهسته آهسته به پایان می رسد و آوارگان یکی پای دیگر به خیمه های خود می روند تا یکی از شبهای سرد زمستان را بار دیگر در این خیمه ها سپری کنند. ده بخش صحی در شفاخانه ملی و تخصصی اطفال اتاترک گشایش یافتند. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که افزارهای بهداشتی این بخش ها 20 میلیون دلار هزینه برداشتند. از سوی هم سازمان جهانی بهداشت و ترکیه اطمینان میدهند که کمک هایشان را در عرصه بهداشت در افغانستان ادامه خواهند داد. ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. اتحادیه صرافان سرای شهزاده میگوید که از دو روز بدین سو ارزش افغانی در برابر دلار کاهش یافته است. سخنگوی این اتحادیه می افزاید که تبلیغات در باره تعلیق کمک های بشر دوستانه بر ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر اثر بد گذاشته است. این اتحادیه آمار می دهد که بانک مرکزی افغانستان برای مداخله در بازار و بهبود ارزش افغانی امروز 17 میلیون دلار را در بازار لیلام کرد. از دو روز بدین سو ارزش پول افغانی در برابر ارزهای دیگر به ویژه دلار کاهش یافته است. اتحادیه صرافان سرای شهزاده می گوید که به روز دوشنبه 1 دلار تا 90 افغانی و 40 پول به فروش می رسید، اما اکنون پس از آن که بانک مرکزی در بازار مداخله کرد تا اندازه ارزش افغانی بلند رفته است. په دوه ورځو راپدې خو متاسفانه یو لږ اندازه منفي تبلیغات چې هغه په دې معنی و چې ګواهي چې د بشیر مرستو تر نامه لاندې د ډالرو کڅوړې افغانستان ته د درو هفتو یا د څلورو هفتو راهیسې نه دي راغلي. دغه یو لږ څه پر مارکیټ باندې منفي تاثیر کړی و چې نن د افغانستان بانک د مداخلې پر اساس بیرته افغانۍ خپل اصلي ځای نیولی دی. با کاهش ارزش افغانی اکنون بهای مواد خوراکی نیز در بازارها افزایش یافته است. برخی از باشندگان کابل می گویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و توان خرید مواد خوراکی با بهای بلند را ندارند. یک بوجه برنج تقریبا 200 روپا بلند شده، دیگر آرد بلند نشده، دلار 95 پیسه شده. خاص ما از حکومتی است در باره از اینیا کنترل داشته باشند در بازار و همچنان می یک نرخ مناسب بر هر مواد تعیین کنند. با این حال دفتر سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل با پخش اعلامیه گفته است که این سازمان هر هفته میلیون ها دلار را برای رساندن کمک های بشر دوستانه به گونه نقد به افغانستان انتقال می دهد. بر بنیاد این اعلامیه دفتر یوناما از دسامبر سال 2021 میلادی تا کنون 1,800,000,000 دلار پول نقد به افغانستان انتقال داده است. این بود خبرهای ساعت 6 که تقدیمتان شده. از همراهتان سپاسگزارم. روزگار به کامتان. خدا نگهدار.